هنوز ناوگان تاکسیرانی ما روی پیکان میچرخد. این ماشین از رده خارج شده، سهمی حدود 10% از ناوگان حمل و نقل شهری کرمان را در بر گرفته. طبق گفته محمد مهدی نژاد، معاون پشتیبانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان، 73% از ناوگان حمل و نقل ما فرسود است. همش متاسفانه شعار داد. این دور قبل ما یک تر موسازی با اون تو به صورت وامی که دولت تسهیلاتی بده اصلا نداشتیم به هیچ عنوان. خب راننده بیچاره از کجا بیاد؟ از این طرف همش قرض خارج زیاد. یه تاکسی فرسود قطعا به خارجی که داره بیشتر از یه تاکسی نوعه. طبق قانون وظیفه نوسازی ناوگان تاکسی بر عهده دولت و وزارت کشور است که دولت به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های موجود نتوانسته به تعهدات خود عمل کند، اما شهرهایی همچون مشهد، اصفهان، فارس، شیراز به انتظار اعتبارات دولتی ننشستند. این موضوع به قدری برای شهرداری های این کلان شهرها مهم بوده که با وجودی که در زمره وظایف ذاتیشان نبوده به این موضوع ورود کردند. نمونه شهرداری اصفهان. نرخ تاکسی های فرسوده این شهر تا 2 سال قبل 45% بود. درصدی که اینقدر برای مدیریت شهریش بزرگ جلوه کرد که در حرکت خودجوش تسهیلات 50 میلیون تومانی با بهره 4% برای هر تاکسی در نظر گرفت. مشابه همین اقوام را شهرداری مشهد و وام نوسازی 95 میلیون تومانی کلید زد. بدین صورت که از محل سرمایه های شهرداری مشهد در بانک ملی سقف وام نوسازی برای تاکسیرانان مشهدی تا حدود 95 میلیون تومان افزایش یافت. البته پرداخت 14% از سود 18% این تسهیلات را هم شهرداری مشهد تقبل کرد. دلیل این حمایت هم روشن است. تاکسی پیشانی هر شهر است. چرا که علاوه بر مسافرین شهری، هر مهمانی در بدو ورود به شهر معمولاً تاکسی را برای رسیدن به مقصد خود انتخاب می کند و از این رو علاوه بر آنکه رانندگان تاکسی عاملی در انتقال فرهنگ هر شهر به میهمانان هستند، محیط تاکسی اولین تصویری است که در ذهن مسافر می نشیند. با این حال آنطور که شهردار کرمان توضیح می دهد، حساب شهرداری خالی تر از این حرف است که بتوان روی این موضوع حساب باز کرد. در اساس تراکنش هایی که ما در بانک‌های مثل بانک شهر داریم، عددی که داره اعلام میکنه یه عددی هول و هوش 30 میلیون تومانه که اصلا این 30 میلیون تومان برای بخش خصوصی اونم برای خرید یه چیزی مثل تاکسی یا از موتورهای برقی یا وسایل مثل این اصلا شوخیه و هیچ کسی با این عدد وام 20 میلیون تومان دست به تغییر ماشین خودش نخواهد زد. به گفته شرباف، بخش عمده از حساب شهرداری در بانک رسالت است که البته منابع آن به قدری محدود است که بیشتر از 30 فقره وام 30 میلیون تومانی نشده که آن هم به کارمندان شهرداری اختصاص یافته. مرضیه قاضی‌زاده، کرمان نو. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.